دریای آمو خط صفری میان افغانستان و کشور تاجیکستان. حرکت آبی دریا تعیین کننده مرز مشترک است، مرزی که هر سال به دلیل آبخیزی ها اندکی تغییر میکند. شماری از باشندگان ولسوالی های مرزی ولایت بدخشان میگویند که هر سال بخشی از زمین های زراعتی و خانه ها در نتیجه تغییر دریای آمو به گونه کامل به بستری آب مبدل می شود. بیخی طرف آب دور دادن، کلی زمین های زراعتی مردم ها برده دیگه، دیجه دولت میه اونم یکون جو یک بند میندازه. چندنی قدر هم درش تقریبا زیر یاب شده و برده همی زمین های زراعتی که یک کمتمی که مردمی محل دمیشه داشتن همه گیش از من رتم متاسفانه که نیه حکومتی محلی بدخشانی رشنوی نیه در سطح کابل کسی که دو مایت مایتی و ما شده یک بررسی کنه. از سوی هم میرزا عاقل پیمان ولسوال شغنان بدخشان میگوید که در نتیجه ساخت دیوار استنادی از سوی تاجیکستان و طغیان بی پیشینه رودی آمو و نبود دیوار استنادی در مرز افغانستان، ده ها هکتار زمین زراعتی در ولسوال شغنان تخریب شده اند. در یار راستی که میلان شوی طرف تغییر دادگیستن، نه تنها این اونا آوبندی و چی زدگیستن، بلکه دکه های زدگیستن که او دکه ها خلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون بین المللی ها بست. اما محمد ذکری های سودا والی بدخشان میگوید که قرار بود حکومت افغانستان مانند تاجیکستان کنار سواحل رودی آمو را تحکیم کاری کند، اما شیوع ویروس کرونا سبب تاخیر این اقدام شد. والی بدخشان تاکید میکند که تحکیم کاری سواحل رودی آمو در اولویت کاری حکومت محلی و مرکزی افغانستان قرار دارد. انشاءالله که مشکل با کشور تاجیکستان هم گپ میزنیم، با سفری افغانستان مقیم تاجیکستان و گفتیم بازم میگیم برشان که این موضوع را پیگیری بکنن و این مشکل مرزی ما حل شد. بدخشان افغانستان نزدیک به 1400 کیلومتر مرز مشترک با بدخشان تاجیکستان دارد. رودخانه آمو مرز طبیعی هر دو کشور را تشکیل داده است. نبود دیوار استنادی در خاک افغانستان سبب شده که هر سال طغیان آب صدها هکتار زمین زراعتی و خانه های مسکونی را در شغنان، مایمی، نسی و شکی بدخشان تخریب کند.